سلام بچه‌ها، خسته نباشید. بابک جان سلامت باشید. درود بر شما. من خودم آیدی رو عوض کردم، نشستم من، ببخشید. آره دیگه، الان زن زندگی آزادیه. من کاملا با تایتل موافقم، یعنی بسیار استراتژیک هست از این لحاظ که اینها جنگ روانی رو خواهند باخت. ببینید، اینها یک عمر بود تو منطقه شلوغ میکردن و به هر حال خیلی شرارت میکردند و در داخل میگفتن که عوضش امنیت داریم. این عوضش امنیت داریم، منظورشون امنیت کل ایرانی ها در داخل ایران یا خارج ایران نیست، که یک گروه خاصی فکر میکردن که به هر حال اسلحه دستشونه، ثروت دستشونه و خودشون دیگه در امنیت هستن. این معادله ترامپ فکر کنم با اون از بین بردن اون تروریست بچه کش قاسم سلیمانی، این معادله را از اونجا به هم زد. به نظرم از اونجا اصلا ورق برگشت، که اینها فکر میکردن که همینطور کشورام که اصلا امنیت دارن، امنیتشون سلب شد. در داخل ایران هم که ما الان شاهدیم، اینا فکر میکردن که امنیت دارن، الان میبینن که امنیت ندارن، نه خودشون امنیت دارن نه زن و بچهشون. این امنیت به این صحبت من به این منظور نیست که الان کسی میخواد بره زن و بچه کسی رو بکشه، یا اون امنیتی که داشتن، اون اطمینان قلبی که داشتن سلب شده. با تسخیر صدا و سیما این خیلی بدتر میشه. شما حساب کن صدا و سیما رو مردم بگیرن، این بلندگوی نظام قطع بشه و از اونجا مثلا آهنگ شروین رو پخش کنن، از اونجا مثلا شعارهای که مردم الان ساختن میدن، این روی اون جامعه قسمت خاموش و اون قسمتی که به هر حال زن و بچه اون، مادر اون بسیجی یا پاسدار هست، همه اینا رو به آشوب میکشه. یعنی آشوب درونی منظورم هست، که مثلا دیگه به بچه هاشون میگن از خونه نرو بیرون، اون جنگ روانی اونجا میبازن. به نظر من خیلی هوشمنده و حالا اگر هم مردم نگیرن، مثلا هکرها اگر بتونن واقعا اونجا رو هک کنن، یا مثلا برای حتی مدت کوتاهی هم که شده یک آهنگ شروینی، یک آهنگی، یک به هر حال سرودی، یک شعاری، یک قسمت از تظاهرات مردم مثلا گلچین شده از شهرهای مختلف نشون بدن، این هم خودش خیلی روی این جنگ تالا هکایی که تالا هکایی که شده واقعا هک نیستن، نه دیدیو ستکن. خب یعنی فقط میتونم وبسایت رو در مثلا بنازم پایین یه مدت. اینا اگه بخوان چیزی رو پخش بکنن، به نظر من مثلا راهش پخش از درونه. خب چون اگه اینا قابلیت هک داشتن که یه چیزی رو از صدا و سیما ایران پخش بکنن، اگه کسی همچه قابلیت رو داشت الان تالا شده بود. خب دوبار این کار کردن از درون بود دا. از درون بود. مثلا که اون فکر کنم همون مجاهدین رو میگی، درسته؟ نه، این گروه ناشناس انینیموس دیدیوس. مگه اینا مگه وبسایت رو ننداختن پایین؟ حالا هر چیز تونسته چیزی از دست من بخشه. وبسایت هم انداختن. ها وبسایت رو میگی، من فکر کردم داری میگی از اوکی خیلی خوب. نه، خود سیم اس شبکه سه هم اینجور که حالا اگر اطلاعات من دقیق باشه، منم هرچی اطلاعات دارم از تو توییتر رو این برام میگیرم. من چیزی رو که دیدم این بود که یه دفعه مجاهدین خلق یه چیزی پخش کرد، درسته بابک؟ من فکر میکنم که من چیز رو میگه که وبسایت پخش آنلاین رو هک کرد. آره وبسایت که آره وبسایت اونقدر تاثیر نداره. حالا ببین، ولی هومن اگر هم تسخیر بکنن، خب اینا نمیتونن که نگه دارن، که میگی مثلا بلندگوی حکومت ازش گرفتن. خب اینا فکر کنم برای مثلا اگه تسخیر صدا و سیما هم اتفاق بیفته، خب برای نیم ساعت اتفاق میفته یا برای یه ساعت اتفاق میفته. خب و فکر کنم به احتمال بسیار زیاد هم تمام کسایی که در این پروژه نقش داشتن
به احتمال نمیدونم چقدر ولی به احتمال فکر کنم زیادی شهید راه براندازی میشن. خب یعنی اگرم حتی موفق چه شکست اگه شکست بخورن که خواهن مرد و اگه موفق هم بشن احتمالاً خواهن مرد. خب برای که شما نمیتونی که میتونین صدا و سیما رو تسخیر بکنین ولی نگه داشتنش دیگه تقریبا غیر ممکنه. خب موضوع اینه که تو مدتی که تسخیر کردین چیکار کردین که چه تأثیری میذاره؟ بذار بگو. یه سوال، حالا شما دارین تو قسمت کلان نگاه میکنین، به صدا و سیمای اصلی که تو تهران هست دارین نگاه میکنین، دارین تسخیر کنن. اگر صدا و سیمای استان ها رو بخوان آیا تسخیر کنن، آیا اون هزینه رو باید بازم مردم بدن یا اینکه آیا این تأثیر رو نداره؟ یعنی همون بار روانی که حالا هومنم بهش میگفت، این از جای کوچیک تو شروع بکنی. آره اینم حرفیه. تو فکر میکنین مثلا اگه مردم ببینن که صدا و سیمای چه میدونم اینا همه جا شعبه دارن، مثلا تو فرض کن شیراز، خب تمام استانا تا اونجایی که من نمیدونم، تا اونجایی که من اطلاع دارم تمام استانا بعد مثلا پخشی که میکنن از همون استان پخش میشه به بقیه استان، یعنی که میره یعنی قابلیت برای همون استان. اوکی خب پس آره راست میگین، فکر خوبیه. ولی فکر میکنی خودت چی فکر میکنی؟ فرض که مثلا خبر فردا اومد که یه گروهی مثلا صدا و سیمای تو شیراز و اینا تسخیر کردن، خب آیا این باعث میشه که و مثلا فکر کنم یه گروه مثلا فرض بگیم یه گروه 20 نفره بودن، خب 10 تاشون مردن، تیر خوردن مردن، 5 تاشون الان توی اتاق مثلا الان هستن توی وسط صدا و سیما و محاصره شدن توسط الان صدا و سیما، مثلا در فیلم میاد ازش بیرون، مردم تو خیابون دارن با الان من منظورم اون حالت هالیوودی، اون سناریوی هالیوودی نیستش که آرمی داریم. خب. من دارم میگم تصویر، منظورم همون حرکتی که خودت گفتید، جنبش سبز 88، مردم به طرف صدا و سیما داشتن میرفتن. بحث اون مردم هست، مردم برن طرف صدا و سیما، خب آره. رگبار میشه، رگبار میشه تجمع. خب آخه بحث سر اینه که تجمع دورش یا اینکه تجمع نه ببین دو تا خب تجمع دورشه یا هدف اینه که برن داخل. خب یک تجمعی دور شروع شکل میگیره و بعد کم کم به داخل نفوذ پیدا میکنن. نه خب ببین همین که بخوام برن تو خیلی فرق، ببین زمین تا آسمون فرق میکنه، این زمین تا آسمون فرق میکنه. خب مسئله اینه که میخوام بگم دیگه مثلا نمیدونم این بچه ها کمک هم کنن جا هومن، اگر اطلاع بگیری کمک کنی جا. بعد ببینید اصلا من ببخشم دیگه صدا سیمای استانا فکر نمی کنم از فرمانداری هاش مثلا بیشتر محافظت بشه، چون دیدم به مردم به فرمانداری ها هم میگن. همین که مردم میرن طرف صدا و سیما باعث میشه که نیروهای انتظامی جمع شن، این خط قرمزه و خیلی هم جمع میشن. خب دورور صدا و سیما جمع میشه. حالا این مردمی که الان دور صدا و سیما جمع شدن و نیروهای انتظامی هم که همینطور در صدا و سیما جمع شدن، الان این مردم همینجوری جلوی اینا وای میسن و شعار میدن یا اینکه سعی میکنن برن وارد شن؟ کدوم یکی از این دو تا گزینه داره میگه؟ چون این بستگی داره به گزینه داره، کدوم یکی از این دو تا گزینه داره؟ وارد شد. خب بعد چی میشه؟ مردم رگبار میشه. خب این رگبار اگه اتفاق بیفته، این تبدیل به یک فراخوانی میشه که بقیه جاها میان بیرون. یعنی این میشه یکی یه اتفاق در محل در جای مثلا مهسا امینی. خب یعنی یک اتفاقی خواهد بود که مردم به مردم جاهای دیگه ایران هم انگیزه میده که او ببینید تو شیراز داره چه اتفاقی میفته، بریزین تو خیابون مردم. خب این میشه اون فراخوان. یعنی یک هزینه بسیار گنده داده خواهد شد و جوابش این هست که جاهای دیگه مردم میریزن بیرون. آیا غیر از اینه؟ سناریوهای دیگه هم نه به من بگید، من میخوام به من گیر بدید. آیا غیر از اینه که همچین اتفاقی میفته؟ الان احتیاجی هم به اون کشتار مردم نیست. الان همینجور مردم اون جنبش آغاز شده و تو خیابون ها هست. همینجور میمونن؟ همینجور به نظر کمی نمیشه؟ اجازه بده. ببینید اول میریم سراغ صدا و سیما دیگه، چون خیلی مهمه این بحث. به نظر من کلیدی ترین اون شریانیه که جریان داره. حالا اگرم مردم تونستن برای نیم ساعت هم که شده، برای یک ساعت هم که شده اونجا رو تسخیر کنن و خرابکاری شرافتمندانه کنن، یعنی چی؟ یعنی حتی اگر اینکه مردم نتونستن برنامه‌ای پخش کنن،
خرابکاری کنن که برای 3 روز یه هفته 10 روز اون برنامه پخش نشه. ببین نه این خیلی مهمه، بذار اینو بگم. خب برای اینکه شما برای اینکه بتونید به مردمی که معمولا برنامه های تلویزیون رو نگاه میکنن بتونید خیلی واضح نشون بدین که شما یه کاری کردین، لازم نیست که بتونید از صدا و سیما استفاده بکنید که پیغام خودتون پخش بکنید. خب همین که شما یک کاری بکنین که اینا دیگه نتونن قایمش بکنن و بگید اوف اینا عجب تخمی داشتن رفتن به صدا و سیما آمریکا همچین کاری کردن، این باعث میشه که به مردم دیگه انگیزه بدین که اونا هم یه کاری بکنن. مگه شما یه کاری کردین که اصلا خط قرمز بود، یه خط قرمز جدیدی رو رد کرد. ببین موضوع اینه، خب هر دفعه باید خط قرمز، یعنی اگه میخواین این رشد بکنه، این حرکت رشد بکنه که بازم من پیشنهادی به کسی نمیدم، خب ولی اگه یک تظاهرات قرار تبدیل به انقلاب بشه، وقتی تبدیل به انقلاب میشه که خط قرمزهای جدیدی هر دفعه داره ازش رد میشه. خب شما تظاهرات کردن و تو خیابون اومدن و قبلا هم انجام دادی، خب پس این خط قرمزها رد شده. مرگ بر خامنه ایتون هم گفتید، مرگ بر اصل ولایت فقیه ایتون هم گفتید، اینا این خط قرمزها رد شده. خط قرمزهای جدیدی که قرار رد بشه چی هست؟ اگه این نیست، مثلا اگه تسخیر صدا و سیما نیست، باید یه خط قرمز جدیدی باشه، مگر این رشد نمی‌کنه. همین که اومدین تو خیابون چه